سلام عرض میکنم خدمت دوستای خوبم در گروه آموزش نوربین. من میثم خادم‌پور هستم. دوستای عزیزم، امروز یه تکنیک فوق‌العاده رو براتون در نظر گرفتم، تکنیکی که میتونه روی دیتیل و کوالیتی عکس شما کار بکنه و یه مقدار شارپنس، اون کیفیت دست عکس شما رو بیشتر بکنه، دیتیل ها رو تقویت بکنه، بکشه بیرون از داخل تصویر. معمولا بچه‌هایی که کار عکاسی انجام میدن، حالا به خاطر شرایطی که براشون پیش میاد، حالا شرایطی مثلا ضعیف بودن بادی یا پایین بودن کوالیتی لنزشون، متاسفانه اون شارپنسی که دلشون میخواد رو نمیتونن به دست بیارن. ولی میشه با یه تکنیک خیلی فوق العاده خوب و خیلی ساده داخل عناصر فتوشاپ این کیفیت رو آورد بالا، بیشترش کرد، که حالا میخوام توضیحاتش رو بهتون بدم. البته یه نکته هم بهتون بگم، این تکنیک میتونه برای عکاسای لندسکیپ، برای عکاسای مخصوصا بچه‌هایی که کار صنعتی انجام میدن، تبلیغات دارن انجام میدن، برای دوستانی که کار پورتره انجام میدن، این تکنیک خیلی فوق‌العاده است و میتونه خیلی کمکشون بکنه. خب همینطوری که این تصویری که میبینید، من یه سری پردازش روش انجام دادم، از فرمت خام فرمت را درست روش کار کردم، اجاستمنت هایی که روش قرار دادم تا این تصویر پردازش بشه، اون حالت خام بودن خودش رو از دست بده. دوستان بهتون نشون بدم که فرمت رای من چی بوده. این عکسی که من عکاسی کردم توی شرط سیلویت، یعنی درست رو به خورشید، این عکس رو ثبت کردم و خب حالا با استفاده از فرمان های قدرتمند نرم‌افزار فتوشاپ این عکس رو به این صورت پردازش کردم. تمام مراحل کاری من انجام شده و من به مرحله آخر رسیدم، مرحله‌ای که میخوام حالا اون تکنیک های پاس، که یه تکنیک فوق‌العاده خوب هستش برای اینکه دیتیل های تصویرم رو خیلی مقدار شارپنسش رو بالاتر ببرم، اون تکنیک رو میخوام روش انجام بدم. همینطور که میبینید توی لایه آخر این توضیحات حالا داخل دعس آموزش های مقدماتی داده شده که بعد از اینکه این مراحل رو انجام میدیم خیلی راحت میتونیم کنترل آلت شیفت ای رو وقتی بزنن یک تک لایه در اختیارشون میذاره، یعنی از تمام لایه های شما یک کپی میگیره به این صورت و داخل یک لایه قرار میده. اینجا مرحله هستش که حالا ما میتونیم فرمان های پس رو اجرا بکنیم. برای اینکه این کار انجام بدیم خیلی راحت با زدن دکمه کنترل جی یا داخل مک کامند جی یک لایه کپی میگیرم. خیلی شما خیلی راحت میتونید کار دیگه هم انجام بدید، خیلی راحت میتونید این لایه رو بگیرید و اینجا داخل نیو بندازید، جایی که در اصل یه لایه جدید شما درست میکنید، یه کپی براتون میگیره. حالا من اینو پاکش بکنم و بعد از این مرحله میریم سراغ فیلتری که در اصل به اسم های پاس هستش. خب توضیحات های پاس خیلی گسترده است، نمیتونم در موردش صحبت بکنم، توی آموزش های مقدماتی در موردش صحبت شده، انشالله در اختیارتون قرار میگیره. روی لایه آخر هستم و میرم سراغ زیر مجموعه فیلتر از منوی در اصل نرم افزار فتوشاپ. همونطوری که میبینید در انتها گزینه‌ای هست به اسم آدر و زیر مجموعه آدر فرمانی هست به اسم های پاس. روی های پاس کلیک میکنم و کنترل پنل های پاس برام باز میشه. اینجا یه نکته‌ای وجود داره دوستای خوبم، یه سری ریزکاری‌هایی هستش که خب بعضی وقتا بچه‌ها بهش دقت نمی‌کنن. زمانی که شما می‌خواید از های پاس استفاده بکنید، اینکه مقدار رادیوس رو چه عددی بذارید خیلی مهمه و خیلی بعضی وقتا بچه‌ها خیلی با این قضیه درگیرن و هی رادیوس رو بالا می‌برن پایین می‌برن. من حالا می‌خوام یه نکته بهتون بگم، این نکته خیلی می‌تونه بهتون کمک بکنه. ببینید شما یک صفحه مونیتور دارید، یعنی یه اسکرین دارید که در اصل تصویر شما داخلش داره نمایش داده میشه. حالا اینو من کنسل کنم که بهتر بتونم بهتون نشون بدم. استانداردی که برای این قضیه در نظر گرفتن میگن که شما بیاید تصویرتون رو داخل اسکرین نرم‌افزار فتوشاپ فیت بکنید. همونطوری که الان می‌بینید من این تصویر رو داخل این نرم‌افزار فتوشاپ فیت کردم، یعنی از این جلوتر نمیرم و از اینم عقب‌تر نمیام. حالا بعضی وقت سوال پیش میاد، میگن که خب من مانیتورم خیلی بزرگتره. اصلا دلیلی نداره که مانیتور بزرگ یا مانیتور کوچیکه، فرقی نمی‌کنه. مانیتورتون هر اندازه‌ای که هسته، شما فقط سعی کنید که این تصویر داخل اون فضای از پریویو نرم‌افزار فتوشاپ که در تصویرتون نشون میده فیت باشه. خیلی راحت میتونید با زدن دکمه کنترل صفر عدد صفر یا با استفاده از ذره بین اینو داخل اسکرین فتوشاپ فیتش بکنید. بعد برید سراغ فرمان های پاس که اینجا هستش و با این دید سعی بکنید که ریدیوس رو تنظیم بکنید.
چرا این کارو میکنیم؟ خب این یه چیز استانداردیه که خود کمپانی ادوبی هم در موردش صحبت کرده که میتونید این کارو انجام بدید و این چیزی که الان دارید میبینید، یعنی الان خطوطی که برای من اینجا نمایش داده شده، خطوطی هستش که حالا شما اگه این عکسو چاپ بکنید یا حتی مثلا توی کلا شبکه‌های اجتماعی، فضاهای مجازی قرار بدید، بیننده ها هم همینجوری میبینن. یعنی اگه من الان بیام اینجا ریدیوس افزایش بدم، دقیقا با همین شدت میبینن، و اگه کاهشش بدم به این عدد برسونم، مثلا به عدد نیم برسونمش و هیچی نبینم، اثرش دقیقا همین هستش. و خب چون هیچی نمیبینیم ما اینجا، یعنی درست هیچ اثری نخواهد داشت. پس بنابراین فیتش میکنیم و اینجا با دیدن خودمون تصمیم میگیریم که مقدار ریدیوس چقدر باشه. یه نکته ریز دیگه هم بهتون بگم، این نکته هم خیلی میتونه براتون مفید باشه، اونم اینه که اگه از دوربینای هاف فریم استفاده میکنید یا فول فریم، میتونید از دو تا عدد مختلف استفاده بکنید. این یه تجربه‌ای که من خودم کسب کردم و در اختیارتون میذارم، اصلا بحث علمی نداره این وسط. من به این نتیجه رسیدم اگه از دوربین هاف فریم دارم استفاده میکنم، عکسی که به هم داده شده و کراپ هم نکردم، خیلی راحت میتونم از عدد دو استفاده بکنم. و اگه دست دوربینم فول فریم هستش و هیچ کراپی هم نکردم داخل عکسم، میتونم از عدد یک استفاده بکنم. که الان این تصویری که شما دارید میبینید با یه دوربین هاف فریم عکاسی شده و من عدد دو رو بهش میدم، یعنی ردیوس دو رو براش مشخص میکنم. به غیر از این های پاس یه پریویو اینجا برای شما داره که شما میتونید خیلی راحت با این زوم ببینید اون تصویرتون رو و حتی جابجا بکنید، قسمت‌های مختلف تصویر رو ببینید که چه دیتیلی رو داره بهتون میده. حالا توضیحات های پاس که چرا اصلا درست عکس ما رو تبدیل میکنه به خاکستری، اینا مباحثی هستش که توی دوره مقدماتی در موردش صحبت میشه. از این میگذریم، میریم سراغ این که خب مرحله بعدیمون چی هستش. ما الان یک عکس داریم که تصویر خودمون هستش، اینا اینجاست، لایه یک و لایه یک کپی عکسی هستش که روش فرمان های پاس دست اجرا شده. برای اینکه من لایه بالا و لایه پایین رو با هم ترکیب بکنم و به اون شارپنسی که میخوام برسم از طریق تکنیک های پاس، باید برم سراغ بلندینگ مود ها. ما اینجا سه تا بلندینگ مود داریم که میتونه این ترکیب رو بسیار فوق العاده خوب برای ما انجام بده و نسبت به نیازمون یکی از اینها رو انتخاب میکنیم. بلندینگ مود های اوورلی و سافت لایت و لینیر لایت میتونن دست لایه بالا و لایه پایین رو با هم ترکیب بکنن و اتفاق های پاس این وسط بیفته. به عنوان مثال، مثلا اگه بذاریم رو حالت اوورلی، همونطوری که میبینید تصویر برمیگرده. حالا اینجا من میتونم زوم بکنم، کامند یک میزنم که به 100% تصویرم برم. با خاموش روشن کردن این لایه میتونم فرق این دوتا رو ببینم. همونطوری که میبینید کاملا دیتیل و اون خطوط ریزی که داخل تصویر من هستش واضح تر میشه. اگه برم سراغ بلندینگ مود سافت لایت، یه مقدار این شدت در از واضح نمایی یا وضوح من متفاوت میشه، اونم به خاطر اینکه اوورلی یک خاصیت داره، سافت لایت هم یه خاصیت دیگه داره. و اگه برم سراغ بلندینگ مود لینیر لایت، همونطور که میبینید شدت میره بالاتر، چون خاصیت لینیر لایت اینجوریه که دیتیل های بیشتری رو برای من تو این تکنیک میاره بالا. که اینا همه بستگی به نیاز شما داره و شما باید این وسط تصمیم بگیرید که از کدوم از این قسمت ها یا از کدوم از این دست بلندینگ مود ها استفاده بکنید. برای این تصویر من اوورلی انتخاب میکنم، اوورلی مناسبه، و با خاموش روشن کردن دست این لایه متوجه میشیم که یه مقدار از دیتیل تصویر ما بیرون کشیده شده، قوی تر شده و جزئیات داخل تصویر من بیشتر مشخصه. یکی از نکاتی که دیگه حالا میشه در رابطه با تکنیک های پاس در موردش صحبت کرد اینه که ما زمانی که این لایه‌ای که حالا کپی کردیم و فرمان های پاس رو بهش دادیم، وقتی که این کار رو انجام میدیم، بذارید من خاموشش بکنم یا اصالت بلندینگ مود اوورلی خارجش بکنم، یک سری رنگ های اضافی هم داخل تصویر ما هستش. این یه تجربه است که من در اختیارتون میذارم و بهتون میگم. شما میتونید قبل از اینکه بیاید از بلندینگ مود استفاده بکنید، برید سراغ ادجاستمنت ها در زیر مجموعه ایمیج ادجاستمنت. ادجاستمنتی داریم اینجا ما به اسم وایبرنس. ادجاستمنت وایبرنس رو باز میکنم. حالا دو قسمت داره، یه قسمت وایبرنس و یه قسمت ساتوریشن داره و کلا زبانه ساتوریشن رو به سمت منفی 100 میرسونم. چرا این کار دارم انجام میدم؟ به خاطر اینکه رنگ های اضافی از داخل اون لایه من حذف بشه و فرمان های پاس به صورت خالص بدون رنگ
باقی بمونه. و بعد اوکی میکنم، میرم سراغ بلدین مود اوورلی و اینجا کارم تمام شده. چرا این کارو کردم؟ خب ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا اومدیم رنگا رو حذف کردیم. خب شما اینو در نظر بگیری که یک فرمانی به یک لایه دادید، تبدیل شده به فضاهای خاکستری با خطوط تیر روشن و یه مقدار رنگ هم باهاش ترکیب شده که این رنگ با استفاده از اوورلیس سافت لایت یا لینیر لایت داره باز با لایه پایین من ترکیب میشه و این میتونه که یه مقدار یه قسمت‌های از تصویر شما رو رنگ‌هاشو تغییر بده. تکنیک بسیار خوبیه برای اینکه شما بتونید شارپنس یا اون کوالیتی کیفیت تصویرتون رو افزایش بدید. راه‌های خیلی زیادی وجود داره ولی یکی از راه‌هایی که من همیشه به بچه‌ها پیشنهاد می‌کنم استفاده از تکنیک های پاس هستش، مخصوصا داخل عکاسی تبلیغات. امیدوارم این آموزش مورد قبولتون قرار گرفته باشه و بتونید توی پروژه‌های کاریتون ازش استفاده بکنید. هر جا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.